بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، خوش اومدین. بی مقدمه میرم سراغ این قسمت. دو تا متغیر دارم، x و y، و یه ایفی نوشتم. وقتی رام میکنم برنامه رو وقتی رام میکنم برنامه رو پرینت میکنه دیف اینت، خیلی عجیبه. بعد میام میذارم دات ایکوالز، درست میشه، پرینت میکنه سیم، درست میشه. این یه تیکه از مشکلاتیه که ما برنامه نویس های جاوا یا اندروید داریم، یعنی خیلی از این قبیل مشکلات داریم. یکیش همینه، یعنی کسی که مواجه میشه با کد جاوا متوجه نمیشه چه اتفاقی داره میفته. ارائهمون در مورد ارائهمون افکتیو جاوا در دنیای کاتلینه که میخوایم ببینیم توصیه های افکتیو جاوا توی دنیای کاتلین چجوری پیاده میشن، یا اصلا نیازی هست پیاده کنیم، کاری بکنیم یا نه. کتاب افکتیو جاوا است. کتاب افکتیو جاوا شامل 90 تا توصیه است برای برنامه نویس های جاوا که با همچین مشکلاتی مثل همین ایکوالز و اینا برخوردن بدونن که باید چیکار کنن. و یه برنامه نویس جاوا واقعا باید 90 تا چیز یاد بگیره تا بتونه یه کد خوب بزنه، یعنی یه کتاب 300-400 صفحه‌ای باید بخونه تا بتونه یه کد خوب رو بزنه و بتونه با مشکلات جاوا مواجه شه. حالا میخوام شروع کنیم در مورد آیتم های افکتیو جاوا صحبت کنیم که چه تأثیری رو کاتلین دارن، تو کاتلین چه جوری میشه. آیتم 3 کتاب میگه که سینگلتون رو با پرایویت کانستراکتور پیاده کنید یا از این هم استفاده کنید. خب ما سینگلتون خیلی کاربرد داره برامون. یه پرایویت کانستراکتور میذاریم، معمولا یه استاتیک اینستانس میگیریم از اون کلاسی که میخوایم، یا حالا یه روش دیگه هم کتاب گفته روش اینامه، از اینام استفاده کنیم، یه تایپ داخلش بنویسیم که حالا آخرش به این نتیجه میرسه که اینام بهترین روشه برای نوشتن سینگلتون. و سینگلتونی که مینویسیم، حالا خیلی جا بحث اینام داریم که آیا سینگلتونه واقعا سینگلتونه، یعنی اگه مولتی تریدینگ بهش دسترسی پیدا کنن چه اتفاقی میفته، دو تا اینستانس ایجاد میشه، اینو باید مثلا همه اینا رو بدونیم و کنترل کنیم. تو این آیتم در موردش داره صحبت میکنه. یه کلاس الویس دارم، یه کلاس سینگلتونه، یه اینستانس استاتیک گرفتم ازش و یه متد گت اینستانس گذاشتم که بهش دسترسی پیدا کنم. چون پرایویت اون اینستانس استاتیکم و فایناله، هیچ وقت دیگه دوباره اینیت نمیشه، یک بار برای همیشه اینیت میشه. ولی خب چند بار باید این کارو بکنیم؟ تو چند تا کلاس باید این کدا رو بنویسیم؟ هر کلاسی که ما بخوایم سینگلتون بنویسیم باید همین کارو بکنیم. و حالا این ساده ترین حالتشه. حالت پیچیده‌اش اینه که حالا مولتی تریدینگش هم باید درست کنیم، اگه کانستراکتوری باشه که پارامتر میگیره، و همش باید به فکر اینا باشیم، نگران اینا باشیم، این کدا رو درست بزنیم. تو کاتلین اومدن همین رو دیدن و کار ما رو ساده کردن. یه کلمه کلیدی به اسم آبجکت گذاشتن. وقتی آبجکت تعریف میکنین کلاس سینگلتون میشه و همین راحت. خودش میدونه که این مالتی ترندینگ و همه چی رو. البته آبجکت فقط میتونه یعنی کانستراکتور نداره. اگه بخواین کانستراکتور بذارین باز باید خودتون سینگلتون تعریف. ولی با همین کلمه کلیدی میتونین یه سینگلتون تعریف. توی کاتلین اگه بخواین ببینین که چه اتفاقی میفته، اون کد کاتلین تو جاوا چجوری میشه، میتونین دابل شیفت بزنین بنویسین کاتلین بایت کد و بایت کدش رو براتون میاره و میتونین بعدش بزنین دیکامپایل کنه و کد جاواشو میبینین. توی این ارائه خیلی اینو میبینیم که مثلا بایت کدش رو میخوایم ببینیم و ببینیم که چه اتفاقی داره میفته پشت سر. وقتی ما آبجکت مینویسیم و دیکامپایلش که میکنیم، میبینیم همچین کلاسیه تو جاوا که تقریبا شبیه همون کدیه که ما زدیم، همون کار رو برامون کرده. دیگه میشه گفت این آیتم و توصیه هاش دیگه خیلی به دردمون نمیخوره،
کاسه با یه آبجکت میتونی رفع کنی بشه. آیتم دو چی میگه؟ میگه که وقتی یه کانستراکتور دارین که پارامترهای زیادی داره، 4 تا و بالاتر، بیاید از بیلدر پترن استفاده کنید. یه بیلدر بنویسین که حالا مزیتش اینه که کانستراکتور وقتی تعداد زیاد میشه، فرض کنید 2 تا اینتیجر اگه کنار هم باشه ممکن اشتباه بنویسین اینا رو و خانایش هم خیلی پایینه یه کانستراکتور طولانی. میگه این آیتم میگه که از بیلدر استفاده کنید. فرض کنید یه همچین کلاسی داریم به اسم نوتریان فکتس که دو تا فیلد اولش میبینین ریکوایرد نوشتم جلوش، دو تا فیلد اولش اجباری هم و 4 تا فیلد بعدیش اختیاریه. میخوایم اینو پیاده کنیم با بیلدر. اینور بیلدرمون رو نوشتم که برای هر پارامتری یه ستر داره و کانستراکترش اگه ببینید دو تا پارامتر اجباریمون رو داره میگیره. دو تا پارامتر اجباری داریم و بقیهش براش ستر تنظیم شده. اگه ببینید اینجا این دو تا پارامترمون اجباری هم و داریم توی کانستراکتور استفاده میکنیم، بقیه اختیاری هم صفر ست شده. آخرش و یه کانستراکتور می نویسیم برای نوتریان فکس که بیلدر رو میگیره و مقادیر رو ست میکنه. برای نوشتن یه بیلدر توی جاوا حدود 60-70 خط باید کد بنویسیم و نحوه استفادهش هم اینجوریه. یه بیلدر میسازیم و آخرش بیلدر میزنیم. ولی این باعث میشه حدود 60-70 خط به کد بیسمون اضافه بشه و بازم برای همه کلاس باید اینو تکرار کنیم. یه بیلدر بنویسیم تو همین حدود خط داشته باشه. توی کاتلین چیکار میکنیم؟ ما یه کانستراکتور برای همین کلاسمون می نویسیم و 4 تا فیلد پایینی آپشنالن، یعنی نیازی نیست که بهش مقدار بدیم و مقدار دیفالت خودشونو داره. میتونیم جلوشون عدد اون عددی که میخوایم روشون ست بشه رو قرار بدیم و اون فیلدهای اجباریمون رو چیز بهشون نمیدیم، مقدار بهشون نمیدیم. و اگه بخوایم توی جاوا استفاده کنیم انوتیشن جی وی ام اورلود میزنیم که بتونیم تو جاوا ازش استفاده کنیم و برامون 4-5 تا کانستراکتور درست میکنیم که اگه بخوایم مثلا هر کدوم از فیلدهای آپشنال رو بدیم یا ندیم اون کانستراکتور مناسبه. حالا نحوه استفادهش چجوریه؟ شما میتونین فقط فیلدهای اجباری رو بدین، هم دو تا فیلد اولو میتونید فیلدهای اجباری رو بدین، فیلدهای اختیاری هم هر چند تاشو که دلتون میخواد بدین یا حتی جابجاشون کنین. یعنی اگه جابجا هم بنویسین هیچ مشکلی پیش نمیاد. مشکلی که تو جاوا بود این بود که فیلدا اگه مثلا پشت سر همه فرض کنین دو تا اینت خانه‌ای اصلا نداره، معلوم نیست جابجا بدین هیچ وقت متوجه نمیشین مگر اینکه برین یه جای دیگه به ارور بخورین. ولی اینجا چون نیمد آرگومنت داریم توی کاتلین تمام متغیرها رو نیم میدیم، متوجه میشیم اگه اشتباهی هم بکنیم. اگر جابجا هم بدیم هیچ مشکلی پیش نمیاد. میریم جلوتر. آیتم 19 در مورد این صحبت میکنه که اگه بخواین اینهریتنس داشته باشین، از یک کلاستون اینهریت کنین، آماده باشین برای اون، دیزاین کنین، داکیومنت کنین. و میگه که کلاس متدهای پروتکتدتون رو انتخاب کنین، چه متدهایی میخواین پروتکتد قرار بدین که کلاس های فرزند استفاده کنین، متدهای پروتکتدتون رو در واقع داکیومنت کنین که استفاده کننده بدونه چطوری باید استفاده کنه ازش. و در غیر این صورت اصلا از اینهریتنس استفاده نکنین اگر آماده کش ندارین. و مشکلاتش رو نشون میده که چه مشکلاتی پیش میاد. جاوا هم به صورت دیفالت کلاس ها اوپنن توی جاوا و میشه ازشون اینهریت کرد، مگه اینکه بگیم فاینالش کلاس رو فاینال تعریف کنیم. و در آخر اینکه کلاس والد رو اگه بخوایم تست کنیم باید حتما یه کلاس فرزند براش بنویسیم و اونو تست کنیم. یعنی این تمام این مشکلات برای اینهریتنس هست. اگه بخوایم اینهریتنس استفاده کنیم باید تمام این موارد رو داشته باشیم. ولی کاتلین حالا میخوایم ببینیم که چیکار میکنیم. یه کلاس اکتیویتی تعریف میکنیم و یه کلاس دیگر رو ازش اکستند میکنیم.
و کامپایلر ارور میده، میگه که این این تایپی که دارین ازش اینهریت میکنین فایناله، نمیتونین ازش اینهریت کنین. این به صورت دیفالت توی کاتلین کلاس ها فاینال هستن، کلوزن و نمیشه ازشون اینهریت کرد. این باعث میشه که وقتی که دارین اینهریتنس رو میخواین انجام بدین تو کاتلین به این قضیه فکر کنین که مثلا آیا من دارم اینهریت میکنم اون موارد رو رعایت کردم یا نه، و کلمه کلیدی اوپن رو میذاریم و این از یه اوکی میشه. باید کلمه کلیدی اوپن اولش قرار داده بشه. این برنامه نویسای کاتلین معمولا میگن چیزی که سخته و چیزی که پیچیده است باید اشاره بشه بهش، یعنی نوشته بشه دیده بشه، مثلا همین اوپن. یا مثلا توی کوروتینا کلمه ساسپند رو گذاشتن که میگن asynchronous کد سخته، پیچیده است، باید یه کلمه‌ای توش باشه که دیده بشه، همیشه async باید دیده بشه. inheritance هم همین جوریه، open بودن یه کلاس باید دیده بشه، نه اینکه برعکسش باشه final باشه، یعنی final بودن رو ما تعریف کنیم. بعد یواش یواش که میریم جلو این قضیه مشکوک میشه که انگار همه این آیتم‌ها رو خوندن خودشون و بیشترش رو رعایت کردن این توصیه‌های effective java. آیتم 18 میگه که از کامپوزیشن به جای اینهریتنس استفاده کنید، در ادامه همون آیتم قبلیه، و این یه توصیه کلیه، اصلا فقط مربوط به جاوا نیست. کامپوزیشن حالا مشکلات اینهریتنس رو میگه که اگر شما باید جزئیات پیاده سازی کلاس والد رو بدونید تا بتونید ازش اینهریت کنید، و کلا آخرش هم میگه که از خودتون این سوال بکنین، دارین اینهریتنس میکنین، این سوال بکنین که اگه کلاس B میخواد اینهریت بشه از کلاس A، آیا B یه فرزند کلاس A یا هم قانون is A، یعنی B is A A یا نه. این سوال از خودتون بکنین بعد اینهریتنس استفاده کنین. یه کلاس بویلر داریم و اگه دگر استفاده کرده باشین احتمالا این مثال رو دیدین، مثالیه که هیچ کی نمیفهمه چی میگه. یه اینترفیس بولر داریم یا اینترفیس پامپ که حالا فرض کنیم که ماشین قهوه ساز اسپرسو ساز و دو تا کلاس که این ایمپلمنت کردیم، و یه کلاس اسپرسو کافی ماشین داریم. معلوم نیست چرا تو برنامه نویسی اینو می‌خوایم پیاده کنیم، ولی خب اهمیتی نداره، پیاده می‌کنیم. یه اسپرسو کافی ماشینه که ایمپلمنت کرده بویلر و پامپ. این روشیه که کتاب افکتیو جاوا میگه، همون متد هیت و استارت موتور رو اومده اوورراید کرده و داخلش از بویلر و پامپ استفاده کرده، یعنی متد رو فوروارد کرده به یه سری ایمپلمنتیشن دیگه، بهش میگه فورواردینگ. یعنی هیت که کال میشه بویلر دات هیت رو کال میکنه و استارت موتور که کال میشه پامپ دات استارت موتور رو کال میکنه، اینو بهش میگه فورواردینگ. از فورواردینگ به جای اینهریتنس داره استفاده میکنه، از همون کامپوزیشن یا اینهریتنس. بعد میایم تو کاتلین ببینیم این چجوریه. تو کاتلین با کلمه کلیدی بای ما میتونیم همینو پیاده کنیم، یعنی بویلر همون کلاس اینترفیس بویلر با دابل بویلر و پمپ با همون کلاس روتاری وین پیاده سازی شده، همین، یعنی هیچ چیزی دیگه نمیخواد. خود کاتلین همه اینا رو کنترل میکنه. حالا بریم جلو. بخوایم بایت کدش رو ببینیم، بایت کدش تقریبا همون کد جاواست، یعنی همون بویلر رو پامپ رو ایمپلمنت کرده و دابل بویلر رو روزاری وین و روتاری وین رو آورده اینیت کرده و از همون رو داره فوروارد میکنه، همون کار دقیقا میکنه با یک کلمه کلید. و میبینیم که تو کاتلین یه سری ابزارات داره بهمون میده که همون مشکلاتی که جاوا داره رو ما بتونیم رفع کنیم، یعنی بای و یه سری ابزار دیگه داره مشکلات جاوا رو رفع. آیتم 77 میگه که اکسپشن ها رو ایگنور نکن، کاری که ما خیلی میکنیم. حالا توصیه میکنه که ایگنور نکنید، حالا کارهای مربوطش رو توضیح میده که چه کارهایی باید میکنیم، ولی به سادگی ما همچی کاری میکنیم، یعنی اکسپشن رو ایگنور میکنیم، همچی کودی مینویسیم، ولی واقعا هم کاری نمیشه کرد. یه کلوزبله، من کلوز میکنم هیچ اتفاقی نمیفته، چیکار باید بکنم دیگه غیر از اینکه یه ترای کش بذارم و هم تو کشم هیچ کاری نکنم. واقعا
استیتی نیست که مثلا من برگردونم کاری بکنم، یه کلوزبله که کلوز نمیشه. زبان جاوا همچین یه چیزی داره به اسم چکت اکسپشن که مجبورت میکنه یه سری ترای کچ بذاری، یعنی یه متدی یه اکسپشنی ترو میکنه و اگه ترای کچ نذاری کامپایل نمیشه. ولی خب شاید سوال بشه که خب مگه غیر این هم هست؟ زبونایی هستن که اصلا چکت اکسپشن نداره، یعنی مجبورت نمیکنه هیچ ترای کچی بذاری. حالا افکتیو جاوا میگه که چکت اکسپشن برای اینه که استیت برنامه رو ریکاور کنه، یعنی تو کش بیای یه کاری بکنی که برگردی به حالت قبلی، مثل ترانزکشنی که انجام میدی تو دیتابیس اون. و یه سری هم اکسپشن داریم که ران تایم اکسپشنه و اونا ارورای برنامه نمیسه. و حالا تو جاوا یه ترای کشی داریم، یه اینتیجری داریم، پارس میکنیم و پارس اگه نشه ما همون منهای یکی که بالا یه نامبری که منهای یک گذاشتیم همون رو ریتر میکنم. ولی بیشتر زبان های برنامه نویسی فانکشنال اصلا چک اکسپشن ندارن مثل کاتلین، و ما میتونیم اینطوری یه ترای کش اگر هم بذاریم میتونیم داخل، چون ترای کش خودش چیزه یه اکسپریشنه، میتونیم داخل کش هم یه منهای یک بذاریم، میتونیم ترای کش هم نداریم، اگه بذاریم میتونیم تو کش هم یه ریترنی داشته. آیتم 17 میگه که میوتیبیلیتی رو کم کنید، یعنی هر چقدر که میتونید میوتیبل نباشه مقادیرتون، فاینال باشه فیلداتون و ستر نداشته باشه تا حد ممکن. که باعث میشه که کدتون ساده تر باشه، استیتلس باشه کدتون و ارور کمتری بخورین. کلا هر چقدر استیت کمتری داشته باشین احتمالا ارور کمتری هم داشته باشین. و ترید سیفتی اصلا وقتی یه چیزی فایناله مهم نیست که در تو چند تا ترید دسترسی بهش پیدا میکنیم، چون تغییری نمیکنه. این توصیه ها رو میکنین، خوبی ها رو میگه در موردش و در آخر میگه که اگه نمیتونین این میوتیبل کنین، میوتیبلیتی رو کم کنین، یعنی سعی کنین تا حد ممکن ستر رو نداشته باشین و فاینال باشه مقادیرتون. و حالا این بکنم یه اشتباهی شده، این قسمت کاتلینش رو نیاوردم، ولی خب بای دیفالت کاتلین ول داره و شما میتونین، لازم نیست که حتما مثلا ستور گتر بزنین، شما ول میکنین متغیر رو و هیچ تغییر دیگه نمیدین. این حالا میریم جلو در موردش جلوتر توضیح، یعنی هست اسلایدش. میگه که بعد میگه که آیتم 10 در مورد این توضیح میده که وقتی ایکوالز رو اوورراید میکنین اون مفهوم ایکوالز رعایت بشه. مثلا فرض کنین شما یه یوزری دارین، یه یوزر آیدی داخلشه، ایکوالز رو اوورراید کنین، یوزر آیدی با یوزر آیدی ایکوالز رو انجام بدین، نه اینکه به آبجکت دو تا رفرنس دو تا آبجکت با هم مقایسه بشه. و ایکوالیتی رو با به صورت لاجیکال انجام بدین. همین. بعد آیتم 9 میگه که هش کد هم رعایت کنیم. وقتی ایکوالز رو می‌نویسین حتما هش کد هم بنویسین که تو هش تیبل و هش مخ و اینا باشه. بعدش میگه که تو استرینگ هم بنویسین. خلاصه میگه که 200 خط کد بنویسین برای همشون دیگه. تو استرینگ هم بنویسین، تو استرینگ هم با توجه به ایکوالز بنویسین، هر چی که تو equals هست سعی کنیم بیارین که حالا دیباگ راحت تر بشه. حالا میایم تو جاوا میبینیم که چجوری اتفاق میفته. این چی توصیه‌ای که میگه، یه کانستراکتور داریم که حالا مقادیرمون فاینالن، همین آی دی و نیم و دیسکریپشن رو نگاه کنین همشون فاینالن، یعنی میوتیبل نیستن، ایمیوتیبلن. و حالا یه چیز دیگه هم رعایت کردیم، پارامترها رو همون توی کانستراکتور چک کردیم که نال نباشن. آیتم 49 افکتیو جاوا میگه که پارامترها رو برای ولید بودنشون چک کنین اول متدا و کانستراکتور. همه اینا رو رعایت کردیم، میایم ایکوالز اوورراید میکنیم با توجه به همون توصیه‌ای که میکنه. حالا اگه رفرنسشون یک هم خط اول ایکوالز، اگه رفرنسشون یکی بودن که اوکی، اگه نبودن بیا اینستنسش رو چک کن، اگه بود دوباره بیا تک به تک اون آیتم‌های مهمه تو ایکوالز چک کن.
و بار جلو. حالا باز یه 10-20 خطی اضافه میشه که حالا خودش میگه یونیت تست هم باید برای اینا بنویسیم. بعد هش کد رو مینویسیم، بازم همین اون آیتما رو ضرب میکنیم و ضرب در 31 و بازم کلی خط کد برای هر کلاسی که ما مینویسیم فرض کنید باید همه اینا رو بنویسیم و حدود 100 خط کد میشه. ولی خب همه این خط کد رو فرض کنید، حالا ببینیم تو کاتلین چی میشه. تو کاتلین همه این میشه یه خط، یه دیتا کلاس. دیتا کلاس حالا ولیو تعریف کردیم، مقادیرمون فاینال هستن مقادیرمون. دیتا کلاس خودش ایکوالز داره، هش کد داره، تو استرینگ داره، همه اینا رو داره. و حالا باز بایت کدش رو میریم نگاه میکنیم، همون کانستراکتور رو داره، همون نال چک ها رو برامون انجام میده، همون گترا رو برامون میذاره که حالا چیز میوتیبل باشه، ستری وجود نداره. ایکوالز رو برامون اوورراید میکنه با تمام استانداردهایی که تو آیتم، تو همون آیتم ایکوالز افکتیو جاوا گفته. هش کد رو اوورراید میکنه و اصلا نیازی هم نیست باز یونیت تست برای اینا بنویسیم، چون خودش اینا همش درست انجام میشه. و حتی بیشتر از اونا آیتم کپی رو برامون قرار میده که شبیه همون کلون جاواست و تو استرینگ هم برامون نیست. با یه خط کد یه چیزی تو مایه های 100 خط کد جاوا تونستیم بنویسیم. و بیشتر از این باز آیتمامون رو کامپوننت کامپوننت میکنه. ما سه تا متغیر داشتیم، میاد سه تا متد مینویسه، کامپوننت 1 2 3. و نحوه استفادهش اینجوریه که شما فرض کنین یه همچین متدی داریم به اسم فو آیتم که آیتم میده، شما میتونین ریترن فو آیتم رو سه قسمتش بکنین، یعنی آیدی و نیم و دیسکریپشن رو جدا از هم بگیره. این به خاطر همون کامپوننت کردن فیلدامون. و بازم بیشتر از این یه انوتیشن پارسلایز اگه بذاریم بالای کلاس، اگه اندروید، حالا کارمون اینه که تو اندروید داریم کد میزنیم، برامون پارسلبل میکنه کلاس و تمام اون کدای این رایت تو پارسل و رایت تو پارسل و کریتور و کریت فروم پارسل همشو برامون مینویسه. این قسمت هم قسمتیه که ارور پرونه، یعنی اگه خودمون بخوایم بنویسیم ممکنه کلی ارور بده. با یه انوتیشن بازی 20 خطی برامون تولید. تا اینجا سوالی دارین؟ دوستان جایش نامفهوم بود. این دفعه میزنم. و اینکه 15-20 سال ما داریم این کارو 15-20 ساله داریم این کارو میکنیم، یعنی این همه خط کد میزنیم دیگه کافیه به نظرم. باید بیایم سمت کاتلین و به جای اینکه تمرکزمون رو بذاریم روی اینکه ایکوالز بنویسیم، هش کد بنویسیم، اینا رو یونیت تست کنیم، بهتر تمرکزمون رو بذاریم رو فیچرهایی که میخوایم تولید کنیم تا اینکه ایکوالز بنویسیم.